شما وقتی پریود باشین خودتون رو میشورین؟ آبو میکشه تو خودش و میمیری. من خورش سالوچه زن زندگی واقعا. من شوهرم انقدر گرمه که از گرمیش کلافم. خدایا کمکم کن دووم بیارم. خب عزیزان، این چه تاپیکیه که آنیز برا من انتخاب کرده؟ برو عزیزم. Let's see. What؟ شما وقتی پریود باشین خودتون رو میشورین؟ جدیه این الان؟ عزیزم این چه سوالیه؟ معلومه من نه تنها خودم رو نمیشورم بلکه اجازه نمیدم بقیه هم خودش رو بشورن. این چه سوال احمقانه ایه؟ آها نوشته یا با دستمال پشمام ریخت. فکر کردم کلن دست نمیزنه. اکچولی با دستمال هم تنسپانه که خیلی بدتره که منظوری چیه؟ آف کورس. ببین یه چیزی هست که میگفتم اصلا وقتی پریود باشی بشین تو وان آبو میکشه تو خودش و میمیری. من نمیدونم این چه تصور و احمقانه‌ایه ولی مثلا میمیری میمیری. مثلا اینجوری بودن که دختر پریود یه باور سنتی بشه تو تشت آب مثلا ممکن بمیره. حالا بیا پایین به سمت خوبش نرسی. نه آب نمیزنم خطر نیست که جدی بنفش بانو آب نمیزنه. به خاطر این بنفش شده شاید اگر میشستیش این اتفاق وی حاجی پشمام سلفچگان کامنت گذاشته حتما میشورم. چه ربطی داره والا سلفچگان میشوره بعد بنفش بانو نمیشوره این دنیا ما هیچ وقت قضاوت نکنیم. هیچ وقت از رو اسم قضاوت نکن. ما همون میریم. نمیتونم که 5 روز چرکولی زندگی کنم تا بو گند بگیرم. ببین خورش آلوچه زن زندگی واقعا خورش آلوچه. نه نمیشوریم تا بو بگیریم. اینم سارکاستی که آره. نمیشه واقعا همچین چیزی. من با سنباده کار دارم. واقعا داداشم عربارشه میشورم. البته کجای پریودی که یادت بخیر یائسه شده بنده خودم. حامله شده داداش. یائسه چیه؟ حامله است. نمیدونم جفتش میشه. آخر حتی حامله باشن یه نینی میومد اینجا روی یه تایمری یاد گرفتن. پله به نینی سایت برو ازم. 12 صفحه است. مطمئنم نمیخواد تو صفحه 12 نه باشه. بریم تاپیک بعدی. آلریدی چشام سوخت. جدی اینو به عنوان تاپیک اول نفت. این چیه؟ کیا همسر سردی دارن از نظر عاطفی و جنسی؟ اومدم دو کلوم با خانوما حرف بزنم. لطفا آقایون بر ندارن درخواست بدم. ما چه خیلی از همسرمون دیدیم که از مرد قدیم. حالش هم هست غم بی پایان من. حالش بده یا خیلی حالش بده. الهی من بمیرم برات. من شوهرم انقدر گرمه که از گرمیش کلافم. خدایا کمکم کن دووم بیارم. با هم ولی تنها. اینا واقعا همه اسماشون به نظر میاد که میخونه به داستان به کانتکست میخونه. من جنسی تا دلت بخواد گرمه ولی عاطفی نه. یعنی این خیلی من سوال دارم. مثلا پسر اینجوریه که دریوس حرام زاده و ولی اکچولی یه سری این فکر میکنن این خیلی مثلا شاخنه اگه این کار بکنن. رمان‌های میمعدب. نه من اینو میفهمم جدی. این چرت نمیگه. یه سری هستن مثلا آره مرد اصلا عاطفه‌شو بروز نمیده که از این سیساس. واقعا این کار نکنید چت این کار نکنید. این کارو با چون میره یکی رو پیدا میکنه که عاطفی گرم و جنسی نه برای اینکه قلعه شما رو موسینو کات کن. نمیدونم والا اول بعد تشریفشو بیاره بعد دماسنجیش. مادر چی؟ الهه تنهایی. اینم الهه تنهایی. هنوز آره تشریفشو نیاورده شوهر کنه میزنه مثلا الهه دو نفره. این چرخو میفروشن. من از چیزی حرف میزنم که اگه یک سالم ارتباطی نباشه این آدم عین خیالش نیست. بنده خدامون شوهر تو نیست. اون شوهر کس دیگه است. دلش کن بره پی زندگیش. نه این بده. وای خدای من تو منی یا من تو هستم. ها؟ وات؟ ریپلای زده اون که گفته شوهر. آها ریپلای زده. تو منی یا من تو هستم. آها این منظورش این بود که منم همینطور. اگه آدم استرنگ. آره شوهر من هم خیلی گرمه. باید من بر رمزگشایی کنم اینجا جدی. منم از چیزی که با روز چند بار اوکی میشه. خدا به هم. میخوای موس رو میخوای بیا. اینو. این موس. چرا اینطوری میکنی؟ وایرلس به خدا بیا. آروم بک نزنی این ور. نذاری که بذارن. نخوام مال تو بدزدن. نخوام خفت کنن.
نخوام ببرنت اونجا سینجی. بذار میخوام اینی که گفته من شوهرم اینقدر گرمه، چند تا تاپیک پایین تر نالیده از شوهر گرمش. ایران خودرو تو تاپیکاش آب گرم کن، چه مارک خوبه. چرا پیامک ایران خودرو برام چک بانک؟ چرا پیامک ایران خودرو برام نمیاد؟ منتظر پیامک ایران خودرو. من حس میکنم این خودش همون شوهر است که خیلی گرمه. من فکر کنم اکانت زن ساخته تو همون ایران خودرو. چیکار کردی عزیزم اینو مینیمایز؟ نه بده من من میگم بابا موس و دست زن بدید، ایراد نداره. اینو بیا چیز کن. این چیه؟ شوهرم با یه زن دیگه رابطه داره. بای شوهرم با یه زن دیگه رابطه داره، هنوز ازدواج نکردیم. آیه ازدواج نکردیم چه شوهرم نمیشه که، میشه نامزدم. چی میگی؟ من خیلی دوستش دارم و فهمیدم با یه فرد دیگه هم هست. سالها عمرمو پاش گذاشتم، صبوری کردم تا بتونیم ازدواج کنیم. لطفا نگید برو ازدواج نکن، چون خیلی دوستش دارم. بعد چرا تاپیک زدی؟ نمیتونم الان تقدیمش کنم به یه نفر. راه حل ببین ادامش گفته. حل داری که بتونم اون زن رو از زندگیمون دور کنم، برم پیش دعا نویس، دعای دور کردنی بلدیم بخونم، چیکار کنم؟ زن دست فرار نیست و همش مظلوم نمایی میکنه. این بده. خب دوست داری با کلمه دوستش دارم خودتو بدبخت کنی، حرفی نمیشه زن. نظر میاد این قضیه تو نیسایت خیلی رد فلگه. ببین این برای منم پیش اومده بود از اپیزودهای قبلی تا الان این دیده. دوست داشتن به چه قیمتی برای خود ارزش قائل باشه؟ اگه نامزدت میخواست خودش طرفو میذاش کنار، نه که تو با دعا برش برگرد. آقا اینا دروغه. هر کاریو با دعا میشه کرد. به قدرت دعا نویس شک نکنید. اگر من گفت مثلا شک نکن. شک نکن. اسم مادرش آب روان. یاد نگیرید. سرکه بریز چهار گوشه خونه. دقیقاً درسته. من اگه جای شدم بودم زنه رو جدا میکردم از شوهرم، ولی خودم نمیتونستم باش بمونم. این دیگه چه از ایناست که دیگه که برای من نجوشه؟ معلومه، سر سگ معلومه. بعد توش بجوشه. هم اونو از شوهر جدا میکرد، هم خودش باش نیمون، چون نمیتونستم قبول کنم. ببین میدونی مشکل تو چیه عزیزم؟ مشکل تو اینه که تو زن دومیه. ایموش حالا میشه بری تو تاپیکاش ببینی ازدواج کرد یا نه؟ جدی کجا میگه؟ برو بالا کلیک کن روی اسمش. آمیس حدیث دردانه فری دردونه. بریم تاپیک بعدی. اینا مثبت یک بهم اضافه کرد. چه کنم باردارم، باید همش بخورم تا هوا هم برطرف بشه. غذا منظورشه دیگه؟ غذا رو میخورم دیگه. وقتی میخورم تهوع هم برطرف میشه، ولی با ورم معده هم چه کنم؟ دارم دیوونه میشم اگه هم نخورم که حالت تهوع و استفراغ میگیرم. کسی اینطوری هست؟ چرا اینطوریه؟ والا ما شاهده بودیم اگه چیزی بخوری تهوع میگیری دیگه. اینو نشسته بودیم بعد بخورید ها تهوع برطرف بشه. من هنوزم آره همین کلیتشو خواستم بذارم. من این عالیه. میگم میخواستی حامله نشی؟ قشنگ این مادرم از ریشه زد. میخواستی حامله نشی؟ ایموجیه رو میبینی اینجوری که مامان کتابم گم شده، میخواستی نری دانشگاه. خیلی آزاخیته. آفرین. کتابم گم شده، میخواستی نری دانشگاه. کتابم گم شده، خیلی آزاخیته. من مثل تو بودم، خدا رو شکر این تبلیغ نیست برای آره. منم پیش اومده. هشت میذاشتم تو دهنم، کم کم میخوردم، خیلی هم کلسیوم داره. اکچولی به نظر میاد راه حل یوسفول بعد از مدت ها دارم میبینم آره. تو نیستم. همین الان کلی توضیح فرستادم برای ویار. معدت رو خشک نگه دار، ویارت میره. این چی معدت رو خشک نگه دار؟ یعنی آب نخور یا غذای آبکی نخور؟ خشک نگه داری؟ من چه میدونم. حوله بخور. نمیخواد با خوردن زیاد آب معدن آب معدت رو کم کنی؟ یعنی چی معدت رو کم کنی؟ هر چی بیشتر میخونی کمتر میفهم. معدت رو کم کنی؟ آها، با خوردن زیاد آب معدت رو کم کنی. مگه با خوردن زیاد آب معده کم میشه؟ نمیدونم. آب داره مگه معده؟ اسید نداشت مگه؟ آب معده اومد. چی و آب و آب کم کم با دو سه قورت و با فاصله 20 دقیقه بخور. گوجه و سیرابی هم عالیه. سیرابی با گوجه دو تا کانسپت جدان. میوه و رب با ادویه و سیر و پیاز هم نخور. اگه گوجه عالیه رب نمیدونم، واقعا نمیدونم. خیلی خوبه که اینجوری برای خدا رو شکر من که باردارم هیچی نمیتونم بخورم، فقط بالا میارم یهو قند و فشارم میفته زیر سرم. واقعا بهتره که بتونم میرم زیر سرم. میرم زیر سر. من قندم میفته میرم زیر سرم. انقدر ندیدی، انقدر نکردی، انقدر نمیدانی، اطلاعی نداری. آقا بد استریمرتون بوی توست.
استریوتون چی میگم بهش؟ نایوه، معصومه. من از معصومیت من اینم که هیچی. نینی سایت شده سوژه یوتیوبرای بی ایده. به خدا آقا یه let me tell you something. من اصلا نمیدونستم این سایت وجود داره و اولین ویدیوی نینی سایت یوتیوب رو فکر کنم من گذاشتم و اصلا نمیخواستم بذارم یوتیوب. تو استریم بود این سایت رو نمیدونستم چیه، وا کردم توی سرچ و اینطوری بودم که اینجا کجاست، what the fuck، اینا چیه، و گفتم اینا نمیذارم یوتیوب و ایراد نره. تو استریم دیدیم دیگه آبروریزی تو یوتیوب نمیذارم. خفه شو بابا. اوچی لجیت اکسپورت کرد همونو تو یوتیوب و پابلیک و شد یکی از پرطرفدارترین ویدیوهای چنل محتاج صلوات. انقدر ایده ندارن که تاپیک های کاربر رو سوژه فیلم هاشون میکنن. کارگردان کی بودی؟ من به تاپیک ها و کامنت ها میخندم. من خودم به شخصی یکی تاپیک ها بذارم واقعا ازن شکایت میکنم. تا شکایت نکرده از همون بریم تاپیک بعدی. ولی جدی خیلی کنجکاو شدم بخونیم کامنتشون. بریم. کدوم یوتیوبر گذاشتی؟ آ یعنی میگن نریما چقدر کار زشتی. دختر بلونسیودو رو ناراحت کردی با این رفتار زشت و زننده. خیلی لوز زغدایی. بابا کجاش زشته، منظور چیه؟ گستاخ بیاورو. خیلی بدم میاد از این افراد جلف از... که به هر دری میزنن واسه معروف شدن. این وضعیت درست نیست آقا. واقعا راست میگه جلفی. نه واقعا موافقم باش. این چه کار جدی گذاشتم. به خدا امروز داشتم به این فکر میکردم چه عجب نینی سایت از چشم یوتیوبرها در امان مونده. اکچولی نینی سایت فکر کنم سئوی اول تو کل سایت های ایرانی داره و من خر بودم که نمیشناختم این سایت رو. یعنی تو استریم تعجب کردم. اصلا از تعجب کردن من ملت خیلی خوشنود بودن که تو یعنی نمیدونستی این سایت وجود داره. و من اینجوری میگم که نه منظورتون چیه، what do you mean. ولی مثل که سئوی اوله با دیجی کالا و نیمی سایت و اینا و هم خیلی رقابت دارن. خوبه فعلا که سوژم نکنم ولی قطعا میشه، چون کسی که فیلم میذاره قابل شناسایی و دسترسیه. داخترین تاپیکا اولیه رو ببین، استوری جاری برام. بابا بی خیال، داره یه دونه اشو برداشتم از داخترین تاپیکا، خوندم اونا رو من بچه ها اکچولی. من از همونا شروع میکنم، خوب نیستم. پس اون پانیز میشنه این حجم عظیم از کوچه رو میخونه با تاپیکای مختلف و توشون میگره بهترین کوچه رو پیدا میکنه میده به ما. واقعا این کارو میکنه، شب باورتون نشه ولی اینطوریه. آره نایس. چی شده؟ من که تاپیکامو دادم نینیار حذف کرد. نینیار دیگه آره. چه سمیه توی به خاطر اینکه گفته چرا اینطوری انگلیسی صحبت میکنه، حالا قطعا توی بجز چند تاشون که واقعا خوبن بقیه فیلماشون یه بچه ها ویدئو بهش نمیگم فیلم، بهش میگم ویدئو. یعنی واقعا الان داری برای نینی سایت فرنگ سازی میکنم؟ نه من دارم برای دختر یه جنس یخ فرنگ سازی میکنم. هیچ هنر و ایده ای ندارن جز مسخره کردن حال به هم زد. نه ببین من دنبال راه حل بودم. اولین سرچ همو یادته؟ نریمان بود؟ نه داروی رفع گشادی. جاشی دوای رفع گشادی چیه؟ بذار من ببینم چه کمکی میتونم بکنم بهت. دوای رفع گشادی سفت و تنگ کردن واژن، داروی گیاهی برای گشادی واژن. بابا ما یه سوال ساده چت گوگل کردیم، چرا گوگل اینجوریه وقتی با بابام گوگل میکنم؟ گشادی واژن نینی سایت وات؟ قربونش برم که ما منظورمون، ولی معلوم بود جوابشو پیدا نکردیم. که ما منظورمون از گشادی تنبلی بود، ولی تو نینی سایت متاسفانه یه چیز دیگه ما پیشنهاد کرده بود که اونجا خیلی به کارمون نیومد متاسفانه. این چی؟ تنگ کرده. عکسش هم واقعا چوسفیله. اینا فیله؟ من دارم میگم با امیر گیخوار بس نمیتونم حرف بزنم. ببخشید دستمو بردارم پایین، از این یاروها نمیده. اون یاروها فقط درسته.